چطوری میتونیم از اسلام رها بشیم؟ آیا میشه ایران از اسلام خلاص بشه؟ تو این ویدیو راه حلشو بهتون میگم. تو این نمودار انرژی احساسات مختلف آدما رو به ترتیب از کم به زیاد نوشته. تو قسمت پایین نمودار احساسات منفی مثل شرم و حیا، تنفر و گناه دیده میشه. مثلا شرم و حیا داشتن از دیدن صورت یه زن انرژی منفی محسوب میشه. تنفر داشتن از مردم کشور آمریکا و انگلیس و اسرائیل و هر آدم دیگه تو دنیا، این یه انرژی منفی محسوب میشه. احساس گناه کردن نسبت به خود یه انرژی منفی محسوب میشه. همه آدما روی زمین اشتباه میکنن، حتی پیامبرا و آدمایی که ما مقدس میشناسیم، اونا هم همشون اشتباه کردن. ولی اینکه ما یه چهره خوب بخوایم از خودمون بسازیم و بخوایم به همه بگیم ما هیچ اشتباهی نکردیم، این باعث میشه که آدما فکر کنن هر اشتباهی که تو زندگیشون میکنن یه گناه بزرگه و این گناه بزرگ انرژی منفی به ماها میده. اما در قسمت بالای نمودار انرژی احساسات مثبت رو میبینیم که عدد انرژی اونا بالاتره، مثل عشق، پذیرفتن یا اکسپتنس یا رها کردن، شکرگزاری که یه انرژی خیلی بالا به ما میده، و انرژی انلایتنمنت یعنی حس روشنگری که بالاترین مرتبه است و من خودم هم تا حالا بهش نرسیدم، فقط میدونم که توی نمودار این بالاترینه. این نمودار مثلثی رو حتما اسکرین شاتش رو بگیرین و نگه دارین، چون خیلی به دردتون میخوره. اما راه حل آزادی ایران از اسلام چیه؟ راه حل اکسپتنس یا پذیرفتنه. پذیرفتن باعث میشه که در مرحله بعد ما بتونیم از اون قضیه خلاص بشیم. ولی چطوریه؟ شما برای اینکه یه حس منفی یا یه چیز منفی رو بخواین از خودتون دور کنین، نباید جلوشو بگیرین یا مقاومت کنین در مورد اون حس منفی. باید بپذیرینش. باید بپذیرین که اسلام برای همیشه تو ایران میمونه. اصلا به خودتون بگین هیچ وقت ایران از اسلام رها نمیشه. اسلام تا ابد در ایران خواهد موند. این درد همیشه بر سر ایران خواهد موند. ایران هیچ وقت از اسلام رها نخواهد شد. همیشه این بدبختی بر سر ایران خواهد موند. همیشه این اسلام بر سر ایران خواهد موند. ما تا ابد باید با این درد، با این بدبختی زندگی کنیم. اینو حس کنین، یه دقیقه سکوت کنین و حس کنین که این بدبختی برای همیشه خواهد موند و هیچ وقت نخواهد رفت. بپذیریدش. وقتی پذیرفتین و حس کردین که دیگه نمیتونید کاری کنید، در مقابل شیش کار شما نمیتونید بکنید و همیشه خواهد موند، و در مرحله بعد شما از این رها خواهید شد و رهایی در مرحله بعد خواهد اومد، ولی باید سکوت کنید و این حس رو بگیرین به خودتون. هیچ وقت اسلام از ایران نخواهد رفت. این بدبختی تا ابد بر سر ما خواهد موند و ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما هیچ هر تلاشی بکنیم نمیتونیم از اسلام رها بشیم و این بدبختی تا ابد بر سر ما میمونه. مسیح میگه که اگر یه نفر زد زیر گوشت، این ور صورتت هم بده یه دونه بزنه این ور. اگه یه نفر پیرن تو ازت گرفت، شلوارت هم در بیار بهش بده. مسیح میخواد به ما بگه که باید اون اتفاق بد رو بپذیری تا رها بشی. مسیح خودش هم زندگیشو بخشید، بدون اینکه مقاومتی کنه خودشو به سربازا تسلیم کرد و اونا اونو کشتن، ولی با این قضیه رها شد. و شما میبینید که در دنیا الان آمریکا، استرالیا، جنوب آفریقا، روسیه، تمام دنیا، تمام قاره های دنیا مسیحی شدن، اروپا
فقط یک قسمت خیلی کوچیکه که مسیحی نیست، که مسلمونه. بقیه دنیا همه مسیحیان. خیلی جاها، یعنی تعداد زیادی، چون مسیح خودش رو رها کرد. این رها کردن و تونست مرگ رو شکست بده و بعد از مرگ هم تونست زنده بمونه. و این به این معنیه که وقتی شما یه چیزی رو بپذیرین ازش رها میشید و شما میتونید بر اون قضیه پیروز بشید. من یک ویدیوی دیگه دارم که پاکسازی تمام افکار منفی رو تو اونجا آموزش دادم و حتی به صورت عملی با یه نفر انجام دادم. شما میتونید این ویدیو رو کامل ببینین و یاد بگیرین و برای خودتون انجام بدین. این ویدیو رو لینکش رو این بالا میذارم. من علی فرهنگ مهرم و این ویدیو رو لایک کنید اگه دوست داشتین. اگر شما هم جستجوگرین، این شبکه رو دنبال کنید. هر چیزی که من ازش سر در بیارم، شما هم ازش سر در میارین. خدا نگهدار.